سکته مغزی هنگامی که خون به مغز نرسد یا دچار انقطاع شود، سکته مغزی رخ می‌دهد. بعضی اوقات سکته مغزی در اثر پارگی رگ خون که باعث خونریزی مغزی می‌شود نیز به وجود می‌آید. در صورتی که فکر می‌کنید کسی دچار سکته مغزی شده است، فوراً به امبولانس زنگ بزنید و یا مصدوم را به شفاخانه انتقال بدهید. در صورتی که با کسی مواجه می شوید که دچار سکته مغزی شده است، از قاعده 4 واو استفاده کنید. وضعیت چهره: به چهره و دهان مصدوم نگاه کنید. مصدوم چهره گرفته دارد و قادر به لبخند نیست. وضعیت دست و بازو: می توانید دست خود را بالا ببرید؟ مصدوم تنها قادر است تا یک دست خود را بالا ببرد. وضعیت گفتار: مصدوم قادر به صحبت کردن شفاف نیست و حتی قادر نیست تا گپهای شما را درک کند. از او بپرسید که نامش چیست و دقت کنید که می تواند نامش را به درستی تلفظ کند یا خیر. آیا می توانید بگویید نامتان چیست؟ وقت: در صورتی که علائم گفته شده را مشاهده کردید، زمان را از دست ندهید، به امبولانس زنگ بزنید و یا مصدوم را فوراً به شفاخانه انتقال بدهید. تا زمانی که کمک می رسد، مصدوم را در وضعیت راحت قرار بدهید. چیزی برای خوردن یا نوشیدن برایش ندهید، زیرا ممکن است نتواند قرد کند. تا رسیدن امبولانس و یا رسیدن به شفاخانه، وضعیت جوابدهیش را زیر نظارت بگیرید. در صورتی که جوابدهی نمی باشد، از عمله وضعیت عدم جوابدهی کار بگیرید. به خاطر داشته باشید، در صورتی که کسی دچار سکته مغزی می شود، مطابق قاعده 4 واو عمل کنید. وضعیت چهره، وضعیت دست و بازو، وضعیت گفتار، وقت: به امبولانس زنگ بزنید و یا مصدوم را فوراً به شفاخانه انتقال بدهید. به این ترتیب به کسی که دچار سکته مغزی شده است می توانید کمک کنید. در صورتی که این ویدیو را مفید یافتید، آن را با دیگران نیز شریک بسازید.